برای ارمنی ها در ایالات متحده کشتارهای جمعی یک مسئله تعریف شده و یک سوال اساسی سیاسی و فرهنگی است این رویداد کاملا بخشی از طبیعت و بخشی از هویت آنهاست این که مردم بر مسئله یک نسل کشی تمرکز کنند مثلا همان طوری که یهودیان در سراسر جهان بر موضوع هالوکاست تکید دارند آیا افراد شمرده شود؟ عضو کنگرس امریکا می گوید اگر آرزو داریم که وحشت گذشته در آینده تکرار نگردد پس باید آن وحشت گذشته را درک کنیم اما دیوید پولاک از انستیتوت پالیسی شرق نزدیک در واشنگتن اظهار میدارد برای جمهوری جدید و مستقل ارمنستان عادیسازی روابط با ترکیه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. آنها یک مرز مشترک دارند. منافع قوی اقتصادی و سایر منافع مشترک دارند و این موضوع کمی مانع برای عادی شدن روابط می‌شود. بنابراین من با تمام احترامی که به حساس بودن موضوع و خاطرات تاریخی و نارضایتی‌ها دارم، فکر می‌کنم ممکن است در این قسمت بین امنیت پراگنده مهاجرین ارمنی و مردم ارمنستان کم تضاد منافع وجود داشته باشد. تامس دیوال از مرکز صلح کارنگی در واشنگتن گفت مشکل امریکا در کاربرد واژه نسل کشی در این مسئله چنان مشکل آفرین و سیاسی گشته که توجه را از بهبود روابط میان ترکیه و ارمنستان منحرف می سازد. شما با بحث در مورد مسائل تاریخی و قتل آمها آغاز کردید. ممکن شما در نهایت به کلمه نسل کشی برسید. اما در حال حاضر نسل کشی کلمه زهرناک است که رای همه گفتشونوت را می بندد. حکومتی یالات متحده این واقعیت را پذیرفته که یک میلیون ارمنی قتل آم شده و یا به مرگ سوق داده شده اند اما مری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در مورد استفاده کلمه نسل کشی کم مکس نموده گفت رئیس جمهور و دیگر مقامات ارشد دولت بارها و بارها به با عنوان واقعیت تاریخی از کردند و در مورد این واقعیت که میلیون ها ارمنی ها قتل شده اند و یا در روزهای پایان امپراتوری عثمانی به مرگ سوق داده شدند اظهار تاسف نمودند وی اضافه کرد که پذیرش کامل و روشن و عادلانه حقایق به نفع هم است. لیلا حبیب عزیمی، تلویزیون آشنا صدای امریکا، واشنگتن.